کتاب حماسه ستارخواه. سواری از دشت به سوی چادر عبدالله آقا آمد. او از اسب بلند و سرکشش پیاده نشد و با خشم و نگرانی چیزی به کلانتر ایل گفت. علی تا این نگران شد و گفت که بیا برگردیم. هنگامی که به عبدالله آقا نزدیک شدند، او را نگران و حتی رنگ پریده یافتند. او با نگاهی استفهام‌آمیز و نومیدانه مهمانانش را نگریست. علی‌تایی بیدرنگ پرسید این سوار کیست، چه خبری آورده؟ کلانتر ایل در حالی که آهی ژرف کشید گفت این نوه من بود، نوکران ایل خان به جایگاه ایل همسایه ما وارد شده. به زودی اینجا هم خواهند آمد، با وجود اینکه هنوز زمان بسیاری به سر رسیده پرداخت مالیات مانده، اینها از ما مالیات می‌خواهند که بایستی به خان بپردازیم. ابروان عبدالله آقا به روی قسمت بالای بینیش افتادند و برجستگی ای روی استخوان چهره اش به جنبش در آمده در اندیشه ی اندوهناکی غوطه ور شده بود. پیش خود گفت باز این طول سگ‌ها پیدایشان شد، به اینها چه بگویم، مردم کاملا بینوا و تنگ دست هستند. ستارخان نگاهی به چهره باقرخان کرد و این یکی هم علی دایی را نگریست. هر سه تن منظور یکدیگر را فهمیدند. علی دایی بنابر عادتی که داشت با صدای آرامی گفت عبدالله آقا، میدانی ما در باکو دیده ایم که مردم به چنین میهمانان ناخوانده ای مشت و چماق تحویل میدهند. باقرخان با خونسردی افزود حقشان را کف دستشان بگذارید و به جای خودشان روانیشان کنید. هنگامی که موعد پرداخت مالیات رسید، آن وقت شما درباره پرداختن یا نپرداختن آن تصمیم خواهید گرفت. عبدالله آقا دوباره آه کشید و گفت شما به راستی اندرز خوبی به من می دهید، بهتر است به تحصیلدار ایل خان تو پوزه ای بزنیم. اما ما ضرب المثلی داریم به این مضمون که درخت پیش خود می اندیشید، اگر دسته تبر از چوب من درست نمی شد، تیغه فلزی به تنهایی نمی توانست مرا ببرد. شما به نقاط ضعف کردها آشنا نیستید. ایل خان ما همیشه تخم جدایی و درویی را در میان ما کاشته، او هم نژادان ما را وامی دارد تا مانند دشمنان خونی بر روی هم تیغ بکشد. اگر من هم اکنون مالیات نپردازم، آنها بیدرنگ یکی از ایلات کرد را علیه من برمی انگیزن، همان ایلی که چندی پیش با ایل من به زد و خورد پرداخت. نتیجه زد و خورد آن شد که قاتل و مقتول همه از میان کردها بودند. بنابراین هر دو ایل ناچارن خونبهای کشته شدگان را رد و بدل کنند و ضمناً به خان هم جریمه و باج بپردازند. نتیجه این ستیز آن شد که هر دو ایل بینوا و ناتوان شدند، بدون اینکه هیچ یک سودی از این دشمنی برگیرند. هنگامی که ایلی کاملاً ورشکسته و بیچاره شود و نتواند خود را سر پا نگاه دارد، آن را وادار به غارت مسلحانه می کنند. دست نشاندگان رجاله و بیکاره ایل خان که با کاروانهای بازرگانان توانگر به بغداد آمد و شد می کنند، از قول فقیه ریش قرمز به این گونه ایلات تلقین می کنند. تلقین می کنند که به یاد آورید این گفته ی پیغمبر است، یعنی غارت کاروانهای کفار حتی در زمان محمد هم معمول بوده.
پیغمبر فرموده که می توانید سر راه ها بروید، کاروان ها را غارت کنید و فقط از یاد نبری که سهم ایلخان را هم از این غنایم بدهید. مردم ما این گونه از روی نادانی به خیانت و راهزنی کشانده می شوند و اینان از نادانی این مردم این گونه بهره می برند. پیرمرد کمی درنگ کرد و سپس گفت: این را هم بگویم. یک بار قرار بود ما کردها به گونه ای استوار به هم بپیوندیم. البته شما درباره این مطلب چیزهایی را شنیده اید، اما پیش آمدی شگفت آور و حتی اسرارآمیز روی داد. پیش از آن که اتحاد میان کردهای ایرانی و کردهای عثمانی عملی شود، یکی از فقیهان ما از بغداد به میان ما آمد. مردی بسیار دانشمند بود، با زبانهای عربی، فارسی، ترکی، کردی به خوبی سخن می گفت و مانند بیشتر فقیهان پول پرست و آزمند نبود. میان بینوایان پول پخش می کرد و خود را هواخواه فرهنگ و یگانگی کردها می نمایند. اما یک جنبه منفی در او وجود داشت. تا کنون هنوز برای ما روشن نشده به چه انگیزه او در میان ما تخم درویی می کاش و خلاصه می گفتن که مردم را به راه نادرست می کشاند. کردها را به غارت برمی انگیخت و هنگامی که این فقیه دریافت ایلات کرد می خواهم با هم متحد شوند و بازور اسلحه آزادی خود را به چنگ آورند، به ما خیانت کرد. راز ما را پیش دولت‌های ایران و عثمانی فاش نمود و همین مسئله انگیزه شکست خیزندگان کرد گردید. باقر خان گفت: شگفت آور است، او چه نیازی داشت به مردم خودش خیانت کند؟ ستار خان گفت: شاید کسی از پشت پرده او را برمی‌انگیخت و او کورکورانه دستورات خیانت انگیز محرک را انجام می‌داد. عبدالله آقا شانه هایش را به بالا تکان داد و گفت: من از این موضوع چیزی نمی دانم. ستار خان گفت: او وابسته به چه خانواده ای بود؟ چه نام داشت؟ عبدالله آقا گفت: او را شیخ ابراهیم می نامیدن. بیشتر مردم بی پرده می گفتن که او به کردها نمی ماند. چشمانش آبی رنگ و ریشش قرمز بود. یک بار هنگام تابستان وقتی که در خواب بود، حشره ای زهرناک گوشش را گزید و پزشکان ناچار شدند که گوشش را ببرند و از آن به بعد همیشه با گوش باند پیچی شده دیده می شد. باید یادآوری کرد او را با زاهدان تفاوت بسیاری بود. بیشتر اوقات بیرون می رفت و وقت خود را در کوها می گذران و آنجا عبادت می کرد. به نظر می آید در کوها نمی توان سنگی را پیدا کرد که شیخ ابراهیم روی آن سه بار نماز نگذارده باشد. ستارخان سرش را تکان داد و گفت: باید براستی در این جریان رازی نهفته باشد. از این شیخ جالب دیگر چه آگاهی دارید؟ پس از آن چه شد؟ عبدالله آقا گفت: هیچ کس نمی داند. او ناگهان ناپدید شد. فقط ما یک چیز را فهمیدیم: از آن به بعد کردها نتوانستن میان خود یگانگی برقرار کنند. ستار خان گفت: این یگانگی باید برقرار شود. عبدالله آقا با اندوه جواب داد: اما اکنون این کار پیچیده است. ستار خان گفت: و عقیده شما بزرگترین دشواری چیست؟ عبدالله آقا گفت: دشواری بزرگ در این است، هنگامی که میان ایلات کرد جنگ داخلی در میگیرد، خون ریخته می شود و پس از آن دشمنی به خاطر خون ادامه می یابد. ستارخان با آهنگی قاطع اعتراض کرد و گفت: در چنین موردی باید راه چاره ای جز مسئله معروفی است که می گوید خون را نه با خون بلکه با آب باید شست. شما فقط به من بگویید جایگاه آن ایلی که با شما دشمنی دارد از اینجا دور است. عبدالله آقا گفت: جایگاه عثمان دادوکانی را میخواهید؟ تقریبا 5 فرسنگ راه است. ستارخان مصممانه گفت: من فردا میهمان او خواهم بود. همکنون به شما توصیه میکنم تحصیلدار مالیاتی ایلخان را چند روزی معطل کنید و با لحنی مؤدبانه او را به جای خود برگردانید.
ستارخان میخواست درباره درستی تصمیمش نظر باقرخان و علیدایی را دریابد به هر دوی آنها نگاه کرد. علیدایی به گونه ای ستایش‌آمیز سر خود را به نشانه تأیید تکان داد. ناگهان خبر دیدار میهمانان آذربایجانی از ایل دادوکان در میان کردهای ایل پخش شد و اینان سخت خواهان دیدن آنان بودند. اما به انگیزه دشمنی خونی ای که با ایل عبدالله آقا داشتند به دیدنشان نیامده بودند و ضمناً جرأت نداشتند که تبریزی ها را به عنوان میهمان به ایل خود بخوانند. میان دادوکانی ها در این باره گفتگوهای فراوانی جریان داشت. این موضوع خود به خود حل شد و روز بهاری خوشی بود و چراگاه ها زیر آفتاب می درخشیدند. تا هنگام نهار وقت زیادی مانده بود و عثمان دادوکانی همراه یکی از نزدیکانش از چادر بیرون آمده و در دامن یک کوه ایستاده بود و او به سوی راه کمشی به پایین که گله گوسفند سرگرم چرا بود رهسه بار شد. عثمان کوتاه قد و فربه بود و با دشواری راه پیمایی می کرد و نفس نفس می زد. در نیمه راه سراشیبی سوار ناآشنایی را دید که از روبرو به پیش می آمد. سوار هنوز به عثمان نرسیده بود که از راه خارج شد و قصد داشت که از راه میانبری به سوی چادرهای دادوکانی ها ره سپار شود. عثمان سوار را صدا کرد و او سر اسب را برگردانید و به وی نزدیک شد. این سوار نماز بود و با احترام تعظیم کرد به او آگاهی داد که پیامی برای عثمان آورده. پیرمرد لاغرندام بلند بالایی که همراه رئیس ایل بود با دست به مرد چاقی که همراهش بود اشاره کرد و گفت این عثمان آقاست. نماز بیدرنگ از اسب پایین آمد و از جیب بغلش پاکتی آبی رنگ بیرون آورد و به عثمان داد و گفت بفرمایید این را ستارخان که از تبریز آمده داده است. رئیس ایل دادوکانی با سراسیمگی پاکت را برگرداند و پرسید از ستارخان. ضمناً متوجه شد سر پاکت باز است، با بدگمانی نماز را نگریست. نماز سوء ظن عثمان را حد زد و شهر داد. ستارخان شفاهاً مضمون نامه را برای من خوانده است و عمدن سر پاکت را نبسته. وی اطمینان نداشته است که در جایگاه ایل شما شخص با سوادی پیدا شود که بتواند این نامه را بخواند. در این صورت من میتوانم درباره آنچه که همشهریم برایتان نوشته است توضیح دهم. عثمان لبخند زد و گفت بسیار دوراندیشانه رفتار کرده، براستی در جایگاه ایل ما حتی یک آدم با سواد پیدا نمی شود. خب بگو ببینم ستارخان برای من چه نوشته، ما به تازگی از آمدنش آگاهی به دست آورده ایم. نماز با سنگینی جواب داد او نوشته است که میخواهد امشب میهمان شما باشد، البته شما با پذیرایی ایشان موافقت فرمایید خواهند آمد. عثمان به همراهش نگاه کرد و هر دو یکدیگر را نگریستند. پرتوی خوشنودی و شادی در چشمان هر دو درخشیدن گرفت. هر دو با هم گفتند البته تشریف بیاورن و پسر تو هم مهمان ما هستی. آنها به سوی چادرها ره سپار شدند. در ضمن راه عثمان پیوسته از ستارخان، باقرخان و دوستانشان سراغ می گرفت. نماز هم با چهره ای شاد و بدون تکلف به او جواب می داد. بیدرنگ این جایگاه هم به جنب و جوشش افتاد و دوباره در تمام کوهستان از این تپه به آن تپه، از این صخره به آن صخره صدای نکره چوپانها بلند شد که می گفتند میهمانان نامداری از تبریز برای ما می آیند. با وجود اینکه خبر بگونه این ناگهانی به عثمان آقا رسیده بود، تا آنجا که می توانست کوشش کرد که مراسم پذیراییش از میهمانان آذربایجانی کمتر از عبدالله آقا نباشد. در اینجا جلوی پای اسب ستار گوسفند چاقی را سر بریدند و بیدرنگ مردم برای پیشوازش گرد آمدند. تا آخرهای شب سرناچی ها می نواختند و صدای آواز و پایکوبی در زمین سنگلاخ به گوش می رسید. بامداد روز بعد پس از صرف صبحانه گروهی شامل میهمانان و کلانتر به بالای تپه بلندی رفتند و از آنجا دورنمای شهرهای خوی و مرن را با علاقه تماشا کردند. ستارخان و عثمان در جلو و باقرخان و دیگران به دنبال آنها می رفتند.
عثمان مانند همه کردهای دیگر به مردان دلیر و بدون آز ارج می گذاشت. با وجود اینکه با افراد ایل عبدالله آقا دشمنی داشت، ستارخان که عبدالله آقا را از سیاه‌چال زندان نجات داده بود فراوان احترام می گذاشت. اما در چهره ستارخان سایه نگرانی دیده می شد و این موضوع او را هم نگران می کرد. انگیزه این نگرانی چیست و این اندیشه عثمان را به سطوح آورده بود. سرانجام دل به دریا زد و پرسید: مردم ما را چگونه می بینید؟ آیا آنها را می پسندید؟ ستارخان گفت: بسیار خوبند، کرد هم مردمی پاکدل و مهربانند، اما همین چندی پیش لکه های تاریکی در روشنی های سرشتشان پدید آمده، این آشفتگی روان مرا سخت آزرده است. اندیشه آشفته ای به درون عثمان آقا راه یافت. وی میخواست بپندارد که عبدالله آقا نتوانسته پذیرایی گرمی از میهمانان تبریزی بکند یادآوری کرد: عبدالله آقا آدم عجیب و غریبی است، من نمیخواستم پیش از این چیزی بگویم. شما میتوانستید بیندیشید که دل من سرشار از کینه اوست، من دوست ندارم پشت سر کسی بد بگویم. ستارخان سرش را جنباند و گفت: عثمان آقا، شما منظور مرا خوب نفهمیدید، این موضوع باعث شگفتی یا دلخوری من نشده. عثمان گفت: پس انگیزه دلخوریتان چیست؟ ستارخان گفت: من به این انگیزه رنج میبرم که میان ایلات کرد جدایی، دشمنی و حتی خونخواهی حکم فرماست. این موضوع هر کسی را که پاک دلانه دوستدار کردها باشد میآزارد. همکنون عثمان منظور ستارخان را میفهمید. او به زمین چشم دوخت و با آهنگ سنگینی گفت: این راست است، بدبختانه آتش کین درون کردها را میسوزاند. این دشمنی ها همه ایلات کرد را به نابودی میکشاند. دشمن مشترک من از کینه ورزی میان ما سود میبرند. هر زمان لازم بداند ایلات ما را به هم میاندازد و خونریزی به پا میکند. ستارخان دنبال سخن او را گرفت و گفت: تا آنجا که من میفهمم، اگر هر یک از ایلات کرد دامهایشان را در چراگاه ویژه خودشان بچرانند و این چراگاه ها بنا به صلاح دید خود کلانترها بخش بندی شود و هنگام بروز اختلاف بدون مراجعه به ایل خان، خود کلانتران و سران ایل این موضوع را حل کنند، در این صورت دشمنی میان ایلات از میان می رود و یگانگی کردها پا بر جا می شود. آیا چنین نیست؟ عثمان خود اعتراف کرد و گفت: آری، من هم همین گونه میاندیشم. ستارخان گفت: پس چرا از همکنون به دشمنی خود با ایل عبدالله آقا پایان نمی دهید؟ عثمان گفت: این بسیار خوب است، اما موضوع خونبهای کشته های دو طرف چه می شود؟ این خونبها دست کم بیشتر از 100 رأس گوسفند می شود، حالان که من و عبدالله هیچ کدام استطاعت پرداخته چنین غرامتی را نداریم. ستارخان ناگهان مطلبی به خاطرش آمد و پرسید: بفرمایید تا کنون به تحصیلداران ایرخان مالیات پرداخته اید؟ عثمان گفت: نه، همین روزها باید گرد آوریم و تسلیم کنیم. چرا می پرسید؟ ستارخان گفت: می خواهم بدانم امسال باید چند رأس گوسفند بفروشید تا بتوانید مالیات ایلخان را بپردازید. عثمان گفت: دست کم 120 رأس گوسفند. ستارخان گفت: این گوسفندها را کجا می آورید؟ عثمان گفت: از مردم می گیریم. ستارخان گفت: بهتر نیست این گوسفندها را به خونخواهان ایل مخالف، مثلا ایل عبدالله آقا بدهید و عبدالله هم به نوبه خود همین معامله را با شما بکند. عثمان کمی اندیشید و سپس سرش را بلند کرد و پرسید: به تحصیلدار ایل خان چه بدهیم؟ ستارخان در حالی که مشتش را گره کرده بود جواب داد: دنیای کتاب صوتی.